تو این ویدیو میخوام در مورد آخرین مشکل هنگام نصب MySQL Ruby Gem با شما صحبت بکنم توی ویندوز. دوستان وقتی که شما دارید MySQL Ruby Gem رو نصب میکنید به نظر میاد که همه چی اوکی هست، همه چی داره کار میکنه و ولی خب یک باگی به اصطلاح تشخیص داده شده. هنگامی که من الان دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این باگ رو واسهش 3 تا چاره اندیشیدن، حالا یه مقدار طول کشیده تا اینو به دست بیارن اونایی که دیولپر روبی آن ریلز هستن به اصطلاح دریابن که این مشکل چی هستش و بتونن برطرفش بکنن. اما ممکنه اصلا این باگ وجود نداشته باشه موقعی که شما دارید این ویدیو رو نگاه میکنید یا اینکه برطرف شده باشه. ولی مشکل اینه که بهش میگن، این مشکل رو بهش میگن segmentation fault. گفتم یه باگی هست توی روبی جم برای MySQL که شما دارید نصب میکنید. این segmentation fault در اصل فایلی هست به نام libmysql.lib فایل که دیدید بغل اون DLL فایل بود توی ویندوز. گفتم توی پوشه lib یه فایلی هست به نام libmysql.dll، یه فایل دیگه هست به نام libmysql.lib یا lib. این فایل ناسازگاره با اون کمپایلری که با روبی اینستالر میاد. ببینید شما روبی رو توی مک با توسط چی دانلود کردید؟ مستقیم از وبسایت روبی دانلود کردید. ولی روبی اینستالر برنامه‌ای هستش که کسای دیگه‌ای ساختن که برای ویندوز بیاد نصب بشه. این خب این مشکل با روبی اینستالر میاد نه با مک، بخاطر اینکه ما چیزی به نام روبی اینستالر برای مک نداریم، برای ویندوز داریم. و خب این هستش که دارم میگم باز libmysql.lib کمپتیبل هست. حالا گفتم دارم زمانی که من دارم این ویدیو رو نگاه میکنم 3 تا واسش راه حل پیدا شده. اینا URL هاش هست، میتونید تایپ کنید، توی گیت‌هاب هست، توی box.ruby.lang.org هست، مشکل 8591 توی گوگل گروپ هم هستش. اما باید اینا در نظر بگیرید که این راه حلا واسه اونایی که بیگینر هستن نیستش. اینا راه حلایی هستش که احتیاج به لایبرری دیگه داره که شما نصب بکنید، این راه حل دور بزنید. و گفتم اونایی که بیگینر هستن، یعنی مبتدی هستن توی برنامه نویسی، راه حلا واسه اونایی نیست، واسه اونایی نیستش که مبتدی هستن. حالا مبتدی‌ها یه مقدار شاید بترسن بگن خب ما چیکار کنیم؟ بعد بهتون بگم که میتونید چند تا کار توی مرحله انجام بدید. یکی اینکه ساب بکنید این باگ برطرف بشه که گفتم ممکنه این ویدیو رو نگاه بکنید باگ برطرف شده باشه. و خب من نمیدونم این باگ برطرف شده یا نه، به خاطر اینکه فقط دارم میگم یه باگی هست که پیدا کردم. خب دارم میگم حتی ممکنه همین الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم برطرف شده باشه. و میتونید راه حل دیگه این که بیاید با PostgreSQL کار بکنید یا SQLite کار بکنید یا برید با دیتابیس های دیگه کار بکنید. اما MySQL2 فعلا یه باگ به این صورت داره که اینا راه حلش هستش. اگر ادوانس هستید میتونید با کامند لاین کار بکنید، لایبرری دیگر نصب بکنید، بپرید تو این URL ها، سریع اینا رو برطرف بکنید. اگر نه یه مقدار صبر بکنید تا این باگ برطرف شه.